اصل چهاردهم. دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکل کنید. به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت، ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت، من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت، ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت، ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه می توانی بگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام می دهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم. و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند، یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمیگذارم، پیش شما بر میگردم. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد، و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه یهودای اسخریوتی، از او پرسید، ای خداوند، چرا می‌خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟ عیسی در جواب او گفت، هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم. اما پشتیبان شما، یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. شنیدید که به شما گفتم من می روم ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن این که من پیش پدر می روم شاد می شدید، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون قبل از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتفاق می افتد ایمان بیاورید. بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا حکران این جهان می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد، اما برای اینکه جهان باید بداند که من پدر را دوست دارم
دستورات او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.